روند افزایشی قیمت سکه و طلا در بازار ایران ادامه داره قیمت سکه طلای تمام که روز شنبه با رسیدن به 16 میلیون و 800 هزار تومان رکورد جدیدی ثبت کرده بود در معاملات امروز از 17 میلیون تومان هم عبور کرد قیمت نیم سکه هم با رشد 200 هزار تومانی نسبت به دیروز به 9 میلیون و 200 هزار تومان رسید رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از استانبول با ما همراه شده آقای یک جملات تکراری هست در سالها که در ایران هر چیزی که گرون میشه دیگه ارز اون نمیشه به نظر میرسه اینها شامل سکه و ارز هم میشه دقیقا همینطور هست این هم عمدتا برمیگرده به رفتار اقتصادی و سیاست گذاری های دولت همین امروز که اشاره کردیم سکه رکورد زنی کرده دو تا نکته رو باید بهش اشاره کنیم یکی اینکه در حال حاضر سکه یک حباب هر عدد سکه دو میلیون و صد هزار تومنی رو داره و نسبت به اون ارزش واقعی خودش دو میلیون و صد هزار تومنی گرانتر هست در طرف مقابل ما امروز در حالی شاهد افزایش قیمت سکه که در بازار ایران بودیم که بازارهای بین المللی تعطیل بود و اون معاملات جست و گریخته ای که انجام میشد در بازارهای بین المللی نسبت به روز گذشته چهار صدم درصد کاهش قیمت در هر اونس رو داشتیم پس این نشون دهنده ای اینه که تماما این رفتارها و این روند روبروش متاثر از سیاست گذاری های داخلی هست متاثر از فشارهایی که حاکمیت داره به بازارهای موازی مثل بازار ارز وارد میکنه ما شاهد خروج سرمایه از بازار بورس هستیم از طرفی هم دولت داره با خبردرمانی و با ابزارهای امنیتی بازار ارز رو کنترل میکنه و خب سرمایه های خرد برای حفظ ارزش خودشون راهی راهی بازار طلا و سکه میشن و اتفاقی که امروز شاهد اون هستیم میفته از طرف مقابل هم بازار ارز رو دولت نمیتونه در فنر توقفش رو نگه داره و این یک جایی مجددا فنر در میره و شاید افزایش قیمت ها خواهیم بود به طور کلی هر افزایش قیمتی در حال حاضر متاثر از سیاست ها و ریل گذاری غلط اقتصادی در حکمرانی جمهوری اسلامی است رضا غیبی روزنامه نگار اقتصادی از استانبول سپاسگزارم از شما